سلام و عرض ادب خدمت شما بزرگواران، شما که همیشه محبت میکنید و به صفحه من سر میزنید تا یکی دیگه از آشپزیهای من رو ببینید. همطور که گفتم توی شبهای مختلف که نزدیک به شب یلدا هست میشه هر غذایی رو راجبش حرف زد، چون که تمام این غذاها مربوط میشن به شب یلدا. تو هر شهری، هر استانی یک غذا مخصوص شب یلدا دارن، از سبزی پلو ماهی گرفته تا انار پلو، کلم پلو و چیزای دیگه. من فکر کردم که یه غذای دیگه میشه درست کرد که من توی صفحه‌ام ندارم اونو. اونم یکی از غذاهایی که به نظر میاد خشکه کمی، شاید بعضیا خیلی دوست ندارن یا با ماست میخورن و خیلی مورد استقبال قرار نمیگیره، اما میخوام این غذا رو جوری براتون تهیه بکنم و شما هم انشاءالله درست بکنید که بدونید چقدر میتونه لذیذ و خوشمزه باشه. اونم عدس پلوه. عدس پلو خب پر از پروتئین و ویتامینه، یعنی عدس واقعا میتونه جایگزینی باشه برای گوشت. برای همین من فکر میکنم برای به خصوص کسانی که گیاهی غذا میخورن، عدس پلو خودش یه منبع غذایی خیلی خوبیه. منتها من البته میخوام با گوشت قلقلی هم بهش اضافه بکنم، بالاخره شب یلدای آدم دلش میخواد یه ذره بیشتر بخوره کلن، یا تنوع غذاش بیشتر باشه. اما خب حالا چیزایی که من زیاد دارم، یعنی اولین کاری که باید بکنم پیاز داغه که الان میریم روی شعله و اون کارو روی شعله، البته خودمون نمیریم، پیازی خلال شده رو میذاریم، ولی البته این پیاز چیز دیگه برای روی غذاست. این غذایی نیستش که، پیازی نیستش که ما توی غذا بریزیم مثل بقیه غذاها که حالت خورش و خوراک دارن، بلکه برای روی پلوه. بنابراین باید خلال خلال باشه، یکم بیشتر سرخ بشه که خوشمزه تر بشه، صرفا طلاییش نمی کنیم. و عدسی که ما میگذاریم برای پختن و برنجی که میخواییم حالا این دفعه آبکشش بکنیم به خاطر اینکه دون در بیاد خیلی. و دیگه چی داره؟ یه کمی زعفرون داره که بعد زعفرون بریزیم. این چیزاست که لذیذش میکنه، لذیذترش میکنه. حالا نه که بدون زعفرون نشه، نه، با زعفرون هم و بدون زعفرون هم میشه درست کرد. دیگه چیز خاصش خرما یا کشمشه. خرما و کشمش غذا رو شیرین میکنه، البته نه همش رو، میتونیم روش تزیین بکنیم، کاری که من میکنم. هیچ کدوم از این مواد رو به غیر از عدس داخل غذا نمیزنم، یعنی یک عدس پلو داریم که میکشیمش تو ظرف با این مقدار زعفرون، اما تمام این موادی که مثل پیازداغ، مثل خرما یا کشمش یا گوشت رو روش تزیین میکنم میدم. حالا اگر یه تعدیگ خوشگل هم در بیارین که طلایی باشه، میتونیم برای روش تزیین بکنیم، میتونیم هم جدا بذاریمش. بر صورت اینه غذای امشب ما یا امروز ما برای بعضی از دوستان که الان روز یا شب عدس پلوه که میپزیم و میبینیم که چطور میشه. امیدوارم شما هم بپزین و عکساشو برای من بفرستین، یا اینکه غذاتون رو بفرستین، اگر شد من براتون یه تیکش رو استوری میکنم، یا عکسی بفرستین از غذاتون و اسمتون رو بگین تا من اینجا و در این صفحه یعنی یوتیوب اسم ببرم از شما که زحمت کشیدید و پختید. این که در هر کجای دنیا هم باشید حتما به من بگین در کدوم کشور، کدوم شهر زندگی میکنین که من اینجا اعلام بکنم. خیلی ممنونم، بریم برای دیدن ادامه غذا. میپزیم انشالله که خوب میشه. خب دوستای خوبم، پیازمونو میذاریم، یک مقداری روغن میریزیم روش واسه سرخ کردن، یه مقدارم نمک میریزیم. این مهمترین بخش هر غذاییه که من تا به حال درست کردم، یعنی پیازداغ. پس پیازداغ فرابون برای غذامون آماده میکنیم تا مرحله بعد. خب اینم از مرحله ریختن عدسمون توی مقداری آب که بپزه. پس معلوم شد دیگه، اینم از عدسمون مرحله دوم. این پیازمون که
هفتش میدیم. این مرحله مهم غذامونه. کلا مرحله پیاز برای من خیلی مهمه. چون به نظرم چیزی که خیلی غذا رو خوشمزه میکنه پیازه، پیاز داغه. اینم یه کمی دیگه تفت میخواد چون که توی غذا نمیره، میخواییم روی غذا بریزیم. پس بنابراین تفتش ذره بیشتر از غذاهای دیگه است که پیاز توی غذا ریخته میشه و اونم خیلی لذیذ میشه، ولی واسه روی غذا روی پلومو یه کمی برشته ترش میکنه. خب مقدار پیازی رو من رنده کردم که حالا بهش مقداری گوشت اضافه کنم. این مقدار گوشت رو حالا من بهش اضافه میکنم، کمی نمک میریزم و اینو چنگ میزنم طوری که یه دست بشه. بعد میخوام به صورت قلقلی همون گوشتای توپی برای عدس پلومون آمادش بکنم. این گوشت چربی نداره، بنابراین بوی آنچنانی نداره و خیلی خوشتم و خیلی هم لذیذ خواهد شد. اینه که اینو چنگ میزنیم، یه دست که شد قلقلیش میکنیم و میریم تو مرحله بعد که تفتش بدیم. تو این مرحله گوشت رو به این صورت قلقلی در میاریم، همه رو توی ظرف میذاریم و بعد اینو تفتش میدیم. مرحله بعدی گوشتای قلقلی و توپ توپیه که ما میریزیمش توی روغن تا تفتشون بدیم. این همون مرحله ایه که گفتم. این گوشتا هم میتونه هم بعدم بده توی داخل غذاتون، یعنی پلوتون لابلاش، یا اینکه برای تزیین روش استفاده بکنیم. حالا بعدم مراحل بعدی رو خواهید دید. یه چیزی که خیلی خوشمزه میکنه این غذا رو زعفرونه. یه مقداری زعفرون خورد میکنیم، آسیابش میکنیم، حالا یا به این شیوه که من دارم به قول دریا جون سنتی کار میکنم و خیسش میکنیم. حالا گویا بهترین شکل خیس کردن و رنگ گرفتن از زعفرون یخ گذاشتنه. یعنی یه دونه یخ، یه تیکه یخ بذارین روی زعفرونتون، بذارین یواش یواش آب بشه، ببینین چقدر رنگ خوبی به ما میده و عطرش هم حفظ میکنه. یه مقدار از زعفرون رو من باز اضافه میکنم به گوشتمون، هم خوشمزه میشه هم خیلی خیلی خوش رنگ تر میشه. بذاریم که خوب بپزه. خب به این مرحله که رسید ما همینجا عدس رو مخلوط میکنیم با پلو، به خاطر اینکه خیلی راحت تر مخلوط میشه. بعدش آبکش میکنیم، میرزیمش توی آبکش. الان وقتشه که ما اینو بریزیم توی آبکش. خب دوستان عزیز، رسیدیم به مرحله ای که میخواییم بریزیمش توی ظرف. من مایتابه رو انتخاب میکنم برای اینکه فکر میکنم تو این تعدیگ بهتری میتونم بگیرم ازش. وقتی که توی مایتابه هست خیلی خوشگلتر میشه، بهتر دم میکشه چون پهن میشه و همه جاش یه دست میپزه. حالا امروز این انتخاب کردم. سیب زمینی من میخوام کفش بذارم. بعضی دوست دارن نون درست کنن کفش بذارن، یعنی نونای لواش، نونای نازک و خیلی کارهای دیگه میشه کرد. یعنی بعضیا با آرد و آب یه چیز درست میکنن، مایه درست میکنن، مثل نون میشه. اونم میریزن کف پلو قابلمه و اینجوری کف در حقیقت ظرفمون میریزن و اونو میشه تعدیق. حالا ما به این شیوه داریم کار میکنیم، یعنی سیب زمینی میذاریم برای این و پلومونو میکشیم، یعنی میریزیمش توی ظرف. خب این در حقیقت برنج و عدسی که آبکش کردیم مخلوط شد
و تمامش رو اینجا میریزیم. بعضی ها در همین مرحله چیکار میکنن؟ گوشت قلقلیشونو یا مرغشونو میریزن. من گفتم که امروز واسه تزیینش این کارو نکنم و اونو بذارم نگه دارم برای مرحله‌ای که میخوام چیکار کنم توی دیس بکشم، اونجا این کارو انجام بدم. این خیلی غذای به نظر ساده میاد ولی پر از ویتامین و پروتئینه. با اجازتون با دست، دستم شسته است، واقعا دستم شسته است، هزار دفعه از صبح شسته. خب اگه دلمون بخواد، که دلمون میخواد، یه مقداری این چیزو زعفرونو من میریزم روش. اینم ابراز وجود میکنه، هر وقت کسی حرف میزنه دوست داره بگه به من توجه کنید. زعفرونم ریختم روش به این شکل و میذاریم که روی گاز دم بکشه تا مرحله کشیدنش که بهتون نشون بدم چه چیزایی من روی دیسم میریزم. خب مرحله بعدی گفتم یا کشمش استفاده میکنیم یا خرما. کشمش یا خرما. خب خرما رو من یه مقدار حساسشون رو گرفتم و یه قالب کره گذاشتم، کره 50 گرمی، و میذارم تفتش میدم، سرخش میکنم، چون من خیلی برشته تر دوست دارم، سرخش میکنم که برای روی عدس پلو استفاده کنیم. هر کس دوستش میخوره، هر کس هم نم میذاره کنار و عدس پلوی ساده تر میخوره، یعنی بدون شیرینی. دوستان غذامون آماده شد، حالا میکشمش. هم خرما با کره تفت داده شد، پیازداغمون رو داریم، گوشتای قلقلیمون رو داریم و پلو که اصل کاریه. این پلوی زعفرونیمون رو میکشیم. جاتون خالی، چه رنگ و بویی داره، خیلی عالی شده، پر عدس. کلان من پلوها رو وقتی میکشم میپزم دوست دارم که محتویات توش خیلی زیاد باشه، یعنی پرملات به قول معروف باشه. اینم از اون عدس پلوهای پرملات شده. خب بذارم جا بذاریم برای بقیه محتویاتش. حالا محتویات چیه؟ یه کمی میخوام از این کرهه بریزم اول روش، لذیذترش کنید، چون واقعا غذای عدس پلو غذای نسبتا خشکیه و ما باید توسط این چیزا مثل کره یه کمی چرب و خوشمزهش بکنیم دیگه. خب من خرما رو اینجا میذارم. درست کنین، عکساتون رو واسه من بفرستین ببینم شما چه جوری درست میکنین، شما با چه سلیقه‌ای درست میکنین. شاید شما سلیقه متفاوتتری داشته باشین که از اینم بهتر بشه. من حتی تزیینش رو دوست دارم ببینم شما چه جوری تزیین میکنین. این خرمای ما که این بر اون برش گذاشتم. خب یه مقداری گوشت دارم، اینو میتونم از این استفاده کنم. یه مقداری گوشت دارم، گوشتا رو وسط میذارم. وای 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 چه بویی داره، انقدر پیاز تو این رنده کردم من که اصلا بوی بد گوشت رو دیگه نمیده به خاطر اون پیازست. میگم پیاز خیلی کاربرد داره استفاده کنی، به خاطر همینجور وقت هست، قشنگ بوی یه جور کباب میده در حقیقت، مثل کباب تابهی میشه بوش. خب بعد یه مقدار زیادی پیاز سرخ شده داریم، پیاز سرخ شده خوبا، از این سفیدا نیست، چون داریم با پلو میخوریمش. بعد قشنگ خیلی خیلی خوب، خیلی جیگولیه اینجوری، مجبورم با دست شسته شدن اینا رو اینطوری بریزم. ببینید
عدس پلو رو وقتی درست میکنید، اگه برای مهمون بخواید درست بکنید، باید اینجوری کمی بهش شکل و شمایل بدید، یعنی یه ذره رسمی ترش بکنید، خوبه، خیلی خوشمزش میکنه، خوشگلش میکنه. و اینکه مهمون دوست داره که اون وقت این عدس پلو رو بخوره، فرق میکنه با یه عدس پلوی معمولی. من یه مقدار میخوام پلو دورش بریزم. زیباترش بکنم. ما لورا هم عادت داریم که غذا کلن حجمش زیاد باشه. ماشاءالله خوشخوراکیم هممون. به 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 به، جاتون خالی، جاتون خالی. خواهش میکنم برای خانواده درست کنید تا ببینن از یه عدس پلوی خشک میتونن چه عدس پلوی درست بکنن و بهتون بدن، به خانواده بدین که لذتشو ببرن. به به، چی شد؟ خودش نقاشی هستم، به نظر من خودش نقاشیه. یه مقدار دیگه پیاز اضافه میکنم بهش، اینقدر که من پیاز دوست دارم. اینم از این، اینم از این. به نظرم تکمیله. بیارم جلو شما ببینید. میبینید؟ تا قلقلیاش قل نخورده بیفته پایین، دلم بسوزه، بیارمش این بر. عکسشو میگیرم براتون میفرستم که توی صفحه میذارم، تو صفحه یوتیوبم، که شما ببینید. البته که مطمئنم انقدر خانمای با سلیقه هستین شما، یا آقایون بسیار با سلیقه، که وقتی آشپزی میکنن میتونن بسیار زیباتر درست بکنن. خیلی طرحهای مختلف میشه زد، این یکی از طرحهاست. امیدوارم که روز یا شب خوبی داشته باشید در روزها و شبهای بهتری.